1902 آقای مسعود رستمی پور به سود خودش میدمه. داور تهرانی کار آغاز میشه. سمت چپ حسن مراد قلی رو شما از آن مشاهده میفرمایید. از تیم دانشگاه آزاد بعد مقابل اون فرزاد عموزاد خلیلی. فرزاد عموزاد خلیلی که حسن مرغولی کشگیری در جام تختی و قهرمانی کشور عنواندار هست. کشگیری تجربهش نسبت به فرزاد عموزاد بیشتر هست، اما فرزاد عموزاد هم جوان و مهاجم. ببینیم که چه کشگیری برنده میشه. بعد از این کشتی هم ببینیم که فرهاد نوری و ماگومد رسول گازی ماکمادوف از تیم صنایع مازندران کشی خواهند گرفت. اصلا تو اومدن این اشتباه زیاد بود. حالا ازاد دیگه اومدنش خیلی اشتباه میکنه. همه برگشته مورد تو. خب یک بار دیگه انگشتاری میگیری که داور وسط به اون تذکر میده گرفتن انگشت خطا هست. از کارو نمیدم و به دنبال تقاضا اخطار میشه برای حسن مراد قلی و تذکر رسمی داده میشه. اخطار سیسیونی نیستش. در اخطارها باید حتما اخطار اول رو کشتی رو قطع کنن و تفهیم بشه به کشتیگیر که داری دفاع میکنی. بعد از اون اخطار خواهی گرفت. قوس میکنه عریف خودشو مراد قلی. حسن مراد قلی قوس میکنه و همون قوس کردن و در کار کردن دستا میتونه به عریفش تذکر بدن. بعد از اون که به هر کشتی تذکر بدن آماده میشن دیگه برای اخطارها. بعد اینجا تقاضا اختار باز هم اینجا اختار سیسیونی رو دیگه میدن. تذکر رو دادن اختار سیسیونی برای حسن مراد قلی از تیم دانشگاه آزاد. ما اسامی تیما رو بر طبق برنامه که به ما میدم خدمت دوستان عرض میکنیم. بله مربیان تیم دانشگاه آزاد مازندران در این طرف صحبت میکنه و تیم صنایع مازندران طبق برنامه که سازمان لیگ به ما میده ما هم اسامی رو دقیقا با همون شکلی که به ما ارائه میشه خدمت دوستان کشتی عرض میکنیم. اما وقتی که اسم تیمی طولانی باشه در بین گذارش سعی میکنیم یه مقدار خلاصه ترش کنیم. میپذیم به دامه کار کار مثبت انجام نمی یک سیستانی به اتفاق مثل یک امتیاز برای عموزاد در نظر میگیره. عموزاد نمی کشگیر مهاجم هست، اما تو این لحظه حالا تقاضی اختار برای دومنده قرمز. تقاضی اختار برای دومنده قرمز تذکر رسمی و هنوز برای یه مقداری کار کنه اختار سیستانی رو خواهند داد به عموزاد. یه مقدار حسن مراد قلی هم کار کنه به عموزاد اختار خواهند داد. رقابت ها امروز صبح یه نیمه نهاییش برگزار شد که موفق شد 8-2 تیم زوب آمول تیم داروسازی سند عرس رو شکست بده. عرس رفت رده بندی با بازنده این تیم مبارزه میکنه. برنده‌هاشون هم حدود 5.5 وزور با برنده این تیم کشتی خواهند گرفت. رقابت ها از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 7 بعد از ظهر از شبکه 3 برنامه دایره طلایی برای دوستداران کشتی پخش خواهد شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم مسابقات قهرمانی کشور در شهر زایدان استان سیستان و بلوچستان برگزار میشه که مرحله اول چرخه کشتی هست. در یه استان محروم کار فدراسیون کشتی بسیار ارزشمند هست که در استان محروم هم مسابقات رو برگزار میکنن و در زاهدان این رقابت ها برگزار خواهد شد و شبکه ورزش و احتمال شبکه 3 که هنوز برنامه دقیق نمیدونیم ولی کشتی ها پخش خواهد شد برای دوستان. ماه بعد هم 22, 23 و 24 در گلستان برگزار میشه. در استان گلستان شهر ساری در شهر گرگان برگزار میشه رقابت های قهرمانی کشور که مرحله اول چرخه کشتی است. فنی اجرا نمیشه و ما ایزه میخوام که اطلاعاتی هم در خصوص کشتی ها خدمت شما ازان عرض کنیم. امسال برای کشتی ما تیم برای تیم به طور کلی کشتی ما سال به نظر سال خوبی بود و ما در جوانان جهان با 5 مدال طلا آزاد قهرمان جهان شدیم. در فرنگی نایب قهرمان شدیم. داور وسط تقاضا اخطار میکنه. اصلا کوچکترین اشتباه بود بگیرش.
اسلو که واقعا بچه‌ها شاهکار کردن، هفت مدال آزاد فرنگی گرفتن، طلا هفت طلا گرفتن، 13 مدال گرفتن، المپیک ما 4 مدال گرفتیم، یه طلا اینا و دو برنز و کار کشتی ما سال بسیار ارزنده بود در نظامیان جهانم فرنگیمون اول شد و تیم آزادمون دوم شد و نتایج بسیار خوبی کسب کردن کشتیگیران ما در مسابقات و تیم آزاد فرنگیمون در سربستان روش سکو رفت. امیدها وقتی 30 ثانیه استراحت 30 ثانیه اخطار به اتمام میرسه و یک امتیاز دیگه الان برای اینجا برای دوبنده آبی میدن کشی یک اینجا یه موفق میشه یه پای علی رحمت توش خارج کنه 2-1 میشه کشی 2-1 به نفع حسن مرادقلی 2-1 به نفع حسن مرادقلی زمینی که از تیمی هم دو پیروزی صنایع مازندران کسب کرده تا این لحظه. آقای محمود اسماعیل پور مربی با سابقه جویباری اکبر زیخمی یه زیر دخم به پل میزنه 4 امتیاز چه زیر دخمی گرفتین عموزاد. خدمتتون عرض کردم یه کشگیر مهاجم از فرزاد عموزاد، این هم آقای بهنام طیبی و در طرف دیگه آقای رضا یزدانی و آقای محمود اسماعیل پور که خود آقای رضا یزدانی از شاگردان آقای محمود اسماعیل پور بوده در دوران کشتی میگرفته، البته یه حالا اینجا سرمربی است و محمود اسماعیل پور میگن مربیان تیم صنایع مازندران، پدر مسعود اسماعیل پور فرزندش هم نایب قهرمان جهان. پرزیم به ادامه کار هر دو از خطه پهلوان خیز جویبار و این هم آقای رستمی داور وسط توضیح لازم و رو میده کشتی حالا 5-2 میشه، 5-2 به نفع عموزاد در حالی که 2-1 عقب بود یه زیر 4 امتیازی دو خم زیبا برقاسا تکنیکی گرفت که بیشک همکارانم در وقت استراحت سیسون استراحت برای ما و شما اون هنرنمایی از عموزاد به نمایش خواهند گذاشت. هر تیمی که برنده بشه دیدار سخت و دشواری خواهد داشت با تیم پرقدرت پرمهره پرستاره و نامدار تیم زوب آمول و بیشک امروز حدود ساعت 5:30 از ساعت 4 میتونید پای گیرنده بشین 5:30 میگه فینال بشینید و تماشا کنید که اون فینال هم هر کدوم دو تا یار خارجی دارن و بسیار مهم هست و هر چی داری اصلا در سرشاخ روی دستان حریف خودش میگه 10 ثانیه وقت بیشتر نداری و باسم سعی میکنه حسن مرادقلی و اینجا تمام میشه همون زیر دو خمه کار تمام کرد یه پیروزی دیگه ثبت میکنیم 3-0 تیم صنایع تو اینجا 3-0 حالا 70 کیلو بله 3 پیروزی مشاهده میکنیم حسنی که با رنگ زرد عباس مقمدوب رحمان عموزاده فرزاد عموزاد پیروزی